اخلاق ابعاد مختلفی داره. به سیره خود پیامبر هم که نگاه میکنیم، یه مصداقش خوشروئیه، یه مصداقش خوشروئیه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. هدیه پیشگاه مقدس امام عصر ارواح نافداه، صلوات بلند عنایت. چند شبی رو به مناسبت این ایام پرفیض و برکت پیرامون شخصیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو عرض کردیم. بحث‌های پیغمبر کمتر تو جامعه مطرح میشه، کمتر درباره شخصیت بزرگوار پیامبر خدای متعال تو محافل و مجالس اونگونه که سزاوار هست بحث میشه. و همین جهت این جلسات رو اختصاص دادیم به بیان شخصیت و عظمت اون پیامبر کریم، اون پیامبر اخلاق، اون پیامبر بزرگواری. اصولی رو که حاکم بود بر سیره و روش و پیامبر بحث کردیم. چند اصل، اصل بسیار مهم بود در رفتار پیغمبر. آخرین اصلی که بحث کردیم و امشب ادامه اون رو انشاءالله خدمت شما بیان میکنم، بحث مدارا و اخلاق خوش با مردمه. خیلی مهمه که انسان با اخلاق خوش، با مدارا، با گذشت، با مردم برخورد کنه. قرآن کریم می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. این لطف خداست به تو ای پیغمبر که با مردم خوش اخلاق برخورد میکنی. لین الکلام داری، لین العریکه داری. خیلی لطف بزرگی که خدای متعال به پیامبر کرده. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیغمبر، اگر تو یه مقدار بد اخلاق بودی، سنگ دل بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. پیغمبر اینطوره، اولیاء دین همینطورن، همه ما هم همینطور هستیم. اگر خدایی نکرده تو جامعه با مردم رفتار خوبی نداشته باشیم، مردم از اطراف ما پراکنده میشن. اینقدر در دین اسلام به مسئله اخلاق توصیه شده است که پیغمبر اکرم فرمودن اقربکم الی یوم القیامه احسنکم خلقا. نزدیکترین شما به من روز قیامت اونی که با مردم خوش برخوردتر هست، اخلاق بهتری داره. این اخلاق ابعاد مختلفی داره.
به سیره خود پیامبر هم که نگاه میکنیم، یه مصداقش خوشروئیه، یه مصداقش خوشگوئیه، یک مصداقش مدارای با مردمه. همه اینها رو پیغمبر خدا داشتن. پیغمبر هیچ وقت عبوس و ناراحت دیده نمی شدن. همیشه متبسم بود پیغمبر خدا. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن غم و اندوهش تو دلشه. مگه پیدا میشه دلی که خالی از غم باشه؟ مگه پیدا میشه انسانی که مشکل نداشته باشه؟ هر کسی تو این عالم یه جوری مشکلات داره دیگه. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام، مثلا طبیعت دنیا اینجوریه: از دنیا دارون بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. مثلا طبیعت دنیا اینه: از دنیا تغر و تضر و تمر، ضرر میزنه به انسان، فریب میده انسان رو، گول میزنه انسان رو، و زودم تمام میشه. طبیعت این دنیا این چنین هست که همه افراد به گونه ای توی این دنیا مبتلا هستن، حزن دارن، اندوه دارن، ولی هنر اینجاست که انسان اندوهش رو تو دل داشته باشه. وقتی با دوستش، با برادر دینیش برخورد میکنه، با شخصی کوچکتر از خودش، بزرگتر از خودش تو جامعه روبرو میشه، در چهره او تبسم کنه. اصلا روایت داریم تبسم شما در چهره برادر دینیتون صدقه محسوب میشه. چقدر زیباست، صدقه است. نیاز نیست پول بدید. به جای پول دادن، اگر کسی توان مالی نداره به کسی کمک کنه، با پول دادن خوشحالش کنه، همین چهره باز خودش یک نوع صدقه محسوب میشه، حسنه محسوب میشه، ثواب مینویسن بر شما به خاطر همین چهره باز. امروزه دانشمندان مسائل روانشناسی و اجتماع میگن که زبان چهره، یه زبانی هست به غیر از این زبان گفتاری، میگن زبان چهره، یعنی چهره شما حرف میزنه، عضلات چهره شما برای مخاطب شما حرف داره، که شما گاهی اوقات حرفی نمیزنید اما با یک نگاه محبت آمیز، گاهی با یک چهره باز، غم و اندوهی که تو دل طرف مقابل هست پاک میکنید. خیلی اثر داره. پیغمبر به تمام معنا چهره باز داشتن، خوشرو بودن و خوشگو هم بودن. پیغمبر بیانشون هم بیان همراه کرامت بود. یه وقت تصور نکنیم پیغمبر خدا یک انسان خشک، نستجیر بالله، اینطور بودن و با جامعه همچین برخورد خشنی داشتن. نه، پیغمبر بسیار بسیار مهربان، خوش اخلاق، با مهر، با محبت. حتی داره که گاهی پیغمبر خدا شوخی میکردن، گاهی شوخی ها رو با ظرفیت بالا تحمل میکردن. در تاریخ داره یک شخصی بود به نام نعیمان، خیلی شوخ بود توی مدینه، سر به سر این و اون میگذاشت، شوخی میکرد. البته شوخی در اسلام هست، منتهی مراتب باید انسان مراقب باشه که این شوخی مبادا کسی رو برنجونه، مبادا خدای نکرده توش حرامی باشه، اذیتی، آزاری. در هر صورت این طبع طبع خوبیه. و یکی از اشکالهایی که به امیرالمومنین علیه السلام داشتن و نگذاشتن امیرالمومنین بر کرسی خلافت پیغمبر بنشیند، میگفتن ان فیه دعابه. امیرالمومنین گاهی شوخی میکنه، امیرالمومنین اهل شوخی هست، اهل مزاح هست. اینو ایراد گرفته بودن بر امیرالمومنین، در حالی که اصلا ایراد نیست اینکه انسان روی باز و چهره باز و خوشگو باشه، خوشبیان باشه، با بیان خودش بخواد دیگران رو شاد کنه، مسرور کنه، اینکه فضیلته. یه روزی یه شخصی آمد از اطراف، صحرانشین بود، آمده بود محضر پیغمبر، دم مسجد شطرش رو بس رفت داخل. یه ده از مسلمونا اطراف نعیمان رو گرفتن، گفتن چند روزه که ما گرسنه ایم،
بیا یک کار کن، این شتر این شخص رو، این شخص صحرانشین رو بیا شترش رو ذبح کن، وقتی هم شترش ذبح بشه دیگه مجبور پیغمبر پولش رو بهش میده، ما هم یه دلی از عزا در میاریم، ما هم به هر حال شکممون سیر میشه، بیا این کار رو برای رضای خدا بکن. آخه نمیشه، این شتر مردم گفتن تو کارت نباشه، پیغمبر بهتر از این براش تهیه میکنه، پیغمبر پیغمبر رحمته، ما هم گرسنه ایم. یا علی، این بنده خدا رو تحریکش کردن این نوع ایمان رو. اینم آدمی بود که خودش سرش درد میکرد برای این کارو، رفت کاردش رو آورد و زد زیر این گلوی شتر، شتر رو همونجا ذبحش کرد و بعدم پا گذاشت به فرار، رفت توی خونه ای انبار کاه بود، رفت زیر این کاه ها قایم شد که الان به هر حال صاحبش میاد دعوا میشه شتورش رو کشتیم. این شخص آمد از مسجد بیرون، دادش بلند شد، یا رسول الله ایها الناس به دادم برسید، شتورم رو کشتن. پیغمبر خدا آمدن نگاه کردن، دیدن مسلمان ها دارن میخندن. پیغمبر آمدن فرمودن چی شده؟ حرف نزد، هیچ که حرف نزد، فقط با انگشتشون اشاره کردن به انبار کاه. پیغمبر فرمود هر کسی این جنایت فهمیدن، هر کسی این جنایت کرده رفته اونجا. پیغمبر اومد، مسلمان هم دنبال پیغمبر رفتن. حالا انبار کاه مگه میشه به این سادگی کسی رو پیدا کرد؟ خود پیغمبر این طرف اون طرف داره میگرده تا اینکه دستش رسید به نعیمان، گرفتش از زیر کاه ها آورد بیرون، سر و روش همه پر از کاه. پیغمبر فرمودن نعیمان چرا این کارو کردی؟ نعیمان یه نگاهی کردید اون طرف دارن مسلمان ها میخندن، گفت یا رسول الله نگاهشون کن، همینا که دارن میخندن همین نامردا، همینا منو تحریک کردن، من تقصیری ندارم، اینقدر گفتن هی تو گوشم خوندن، همین نامردایی که شما رو آوردن اینجا، منو لو دادن، پناهگاه منو لو دادن، خودشون منو تحریک کردن. پیغمبر که این صحنه رو دیدن و به هر حال این وضع رو، پیغمبرم خندهش گرفت و نوشتن که این کاه ها رو، خاک و غبار رو از سر و روی نعیمان پاک کرد، تمیزش کرد. بعد آمدن پیش اون شخص گفتن اصلا نگران نباش، شتر بخوای بزرگتر و بهتر از این شتر بهت میدم، پول بخوای بیشتر از اون چه که قیمت این شتر هست من بهت میدم، راضی هستی؟ گفت بله آقا چرا راضی نباشم، من راضیم. بعدم پیغمبر خدا دستور دادن اون شتر رو ذبح کردن و گوشتش هم تقسیم کردن. این پیغمبری همچی اخلاقی داشت، اینقدر با مهر با محبت، گاهی شوخی ها گاهی اینطور مزاح ها رو با ظرفیت بالا پیغمبر خدا تحمل میکردن، چه رسد به این که گاهی افراد جاهلی بودن میامدن محضر پیغمبر بی ادبی هایی میکردن، خیلی قصه هاش فراوونه. پیغمبر خدا همه اونها رو با یک سعه صدر، قرآن کریم میفرماید علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ خیلی نعمت بزرگی عزیز من شرح صدر، یعنی سینه گشاده. بعضیا ظرف وجودشون تحملشون اندازه یه ظرف کوچیکه، یه لیوان یه استکان، دست که بهش بزنی متلاطم میشه، یه چیزی توش بندازی متلاطم میشه سرریز میشه. اینا آدمای کم ظرفیتی هستن، خدا نکنه کسی به اونها بگه بالای چشم شما ابرو. اما بعضیا هم نه، خیلی ظرفیتشون بالاست، دلشون مثل صحراست، دلشون یه اقیانوسه، به این زودی ها متلاطم نمیشه، خیلی با ظرفیتن. این شرح صدره، از خدا شرح صدر خواستیم. کنار حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها که میریم برای قرضمون، برای مریضی، برای مشکلات، شده کنار حرم بی بی بگیم بی بی جان از خدا بطلبید به ما شرح صدر عطا کن. اینا نعمتهای معنوی ارزشمندیه. اون شخصی که آمده بود برای اذیت پیغمبر، نوشتن توی راه یک مارمولک بزرگی، یه سوسماری رو در واقع گرفت و گفت برای اذیت پیغمبر اینو خوب ببرم مدینه. گرفت پنهانش کرد، آمد پیش پیغمبر، نمیشناخت پیغمبر رو، سوال کرد ایکم رسول الله، چون پیغمبر هیچ وجه تمایزی از بقیه نداشت، نه در لباسش نه در نشستنش. جلسه های پیغمبر با اصحابشون حلقه‌ای بوده، یعنی یه جای خاصی پیغمبر نداشت که یه بالشی داشته باشه فرض بفرمایید، یه صندلی مخصوص، نه، پیغمبر مثل بقیه می نشستن در کمال تواضع. تواضع پیغمبر عجیب بود.
هر کسی می اومد بعد سوال میکرد، میگفت کیه پیغمبر تا بهش معرفی کنن. گفت ایوکم رسول الله، کی این کسی که ادعای پیغمبری کرد؟ حال تعبیر من محترمانه اون حرفایی هست که اون میزد، اشاره کردن گفتن این شخص پیغمبره. اومد مقابل پیغمبر، شروع کرد به جسارت کردن، دشنام دادن، بی ادبی کردن. خب نمیدونستن، جاهل بودن. رضا پیغمبر هیچ وقت اینا رو نفرین نکردن، بلکه همیشه دعاشون میکرد، چون جاهل معاند که نیست. پیغمبر از خدا اینطور میخواستن اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، نمیدونن. بهشون گفتن که این شخص دروغ میگه، کذاب، ساحر، جادوگر، نستجیرو بالله. شروع کرد حرفای زشتش رو زد. خب ببینید واژه های زشت، فحش، حرفای ناپسند که بی نهایت نیست، به هر حال محدوده. 10 تا فحشه، 20 تا فحشه، تمام میشه. اگه یه لحظه انسان صبر و تحمل بکنه خیلی خوب میتونه مسلط بشه بر اوضاع. لحظه غضب روایت داریم، هیچ وقت هیچ تصمیمی نگیرید. لحظه غضب تصمیم نگیرید، چون اگر کسی لحظه غضب تصمیم بگیرند، اون کسی که تصمیم میگیره خودش نیست، شیطانه. شیطان فرمون به حساب نفس انسان رو به دست میگیره و اوست که فرمان میده. ولذا لحظه غضب میگن که حرکت فیزیکیتون رو تغییر بدید، نشستی بلند شو بایست، ایستادی راه برو. یه لحظه است، یه لحظه است. غضب رو شما کنترلش بکنی لحظه اول، تمام شده. و اینو باید باور داشته باشیم، هر تصمیمی انسان میگیره اون تصمیم لحظه غضب اشتباهه، غلطه، پیامدش به ضرر خود آدمه. باید غضب رو کنترل کرد. پیغمبر خدا هیچی بهش نگفتن، صبر کردن، حرفاش تمام شد. بعد نگاه تو چهرش کردن با تبسم، با مهر، با محبت. این خیلی مهمه، از محبت خارها گل می شود، از محبت غول هادی می شود. محبت اثر کیمیایی داره، گذشت اثر خیلی فوق‌العاده‌ای داره. پیغمبر تو چهرهش نگاه کردن، تبسم کردن. کار خیلی سختی هم هست، هنر بسیار بزرگیه. بعد بهش فرمودن که من تقاضا میکنم از تو، دعوتت میکنم بیا مسلمان شو. گفت عجب، اگه من میخواستم مسلمون بشم که این حرفا رو نمیزدن، اگه من تصمیم داشتم مسلمون بشم که با شما اینجوری رفتار نمیکردم. بعد برای اینکه تیر خلاص به پیغمبر زده باشه و توهین و جسارت رو به حد اکملش رسونده باشه، دست برد و اون سوسماری رو که تو بیابون گرفته بود زنده زنده انداخت رو دومن پیغمبر. خیلی واقعا زشت. این پیغمبر آدم معمولی نیست، اشرف مخلوقاته، برترین انسانهایی است که خدای متعال روی این کره خاکی خلقش کرده، خیلی پیش خدا عزیزه. اصحاب پیغمبرم کنار پیغمبرن، یه همچین جسارت، یه همچین توهین. بعضیا ناراحت شدن، خواستن بلندشن بگیرنش، ادبش کنن، کتکش بزن. پیغمبر فرمود کاری نداشته باشید، کاری نداشته باشید باهاش، با این رفیق ما کاری نداشته باشید. بهش فرمودن که نمیای مسلمان شی. به خنده، به تمسخر گفت اگه این سوسمار مسلمان بشه منم مسلمان میشم. پیغمبر بهش گفتن راست میگی، پا حرفت وای میسی. گفت بله، اگه این حیوان مسلمان شد من مسلمان میشم. پیغمبر فرمودن که اینا همه شاهدن ها. گفت باش. صدا زدن به این حیوان ایها الضب قفی. سوسماره داشت میرفت بیرون، پیغمبر صداش زدن، سر جاش ایستاد. بهش فرمودن ارجعی، برگرد. آمد پیش پیغمبر، پیغمبر یه سوال ازش کرد، فرمودن من انا، من کی هستم؟ قال انت اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المنتجبین حبیب الله محمد. اللهم صل علی محمد. دو سه خط تو روایت هست، دو سه خط مدح پیغمبر رو گفته این حیوان. بعد میگن این شخصی که با اون حالت عجیب وارد مجلس پیغمبر شده بود، وقتی این صحنه رو دید خودشو جمع کرد، نشست محضر پیغمبر، دو زانوی ادب زد، گفت یا رسول الله من که دیگه از این حیوان کوچک که کمتر نیستم،
وقتی این حیوان شهادت به یگانگی خدا و رسالت توی پیغمبر میده، چرا من شهادت ندم؟ اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد. این اثر اخلاقه، این اثر مدارای با مردمه. هیچ چیزی مثل اخلاق پیغمبر باعث نشد که مردم گوشه و کنار دنیا جذب دین اسلام بشن. مردم ایران خیلی نجنگیدن. دیگر کشورهایی که بعد از پیغمبر فتح شد، تعداد زیادی از مردم اصلا آغوش خودشونو باز کردن برای دین اسلام. چرا؟ به خاطر اخلاق پیغمبر بود، به خاطر بزرگواری های رفتار پیغمبر خدا بود که همه عاشق این دین شده بودن. شمشیر نقش داشت ولی نه در درجه اول. اون چه از همه مهمتر بود اخلاق پیغمبر خدا بود، این بزرگواری ها بوده. پیغمبر فرمودن علیکم به حسن الخلق. یکی از ویژگی های ممتاز شخصیت پیغمبر همین حسن خلقشه. از همه اینها، از همه صفات و ویژگی ها بیشتر نمود داره، بروز داره اخلاق پیغمبر. پیغمبر فرمودن علیکم به حسن الخلق فان حسن الخلق فی الجنه لا محاله. همیشه دنبال خوش اخلاقی باش، سعی کنید آدمای خوش اخلاقی باش، چون آدم خوش اخلاق آخرش میره بهشت. و ایاکم مسوء الخلق فان سیء الخلق فی النار لا محاله. از بد اخلاقی هم بپرهیزید، واقعا دورورش نچرخید، چون آدمای بد اخلاق آخرش میرن جهنم. یه حلقه‌ای زنجیره در هم تنیده است. آدم خوش اخلاق همینجور موفق به کارهای خوب میشه، آخرش بهشتی میشه. آدم بد اخلاقم واقعا بد اخلاقی ها مثل حلقه‌های زنجیره، همینجور به هم وصله، در هم تنیده است، آخرش آدمو میکشه به جهنم و نابود میکنه انسان رو. و ایاکم و سوء الخلق فان سیء الخلق فی النار لا محاله. به امام صادق علیه السلام گفتن یه زنی هست خیلی اهل عبادت، اهل تهجد، روزها روزه، شبا عبادت، لکنها تؤذی جارها، اما همسایه‌اش رو با زبونش اذیت میکنه، با همسایه بد اخلاقه، با مردم بد اخلاقی میکنه. فرمودن لا خیر فیها انها من اهل النار. اصلا خیری در این زن نیست، این زن اهل آتشه. عبادت، نماز، این ویژگی‌های عبادی باید زمینه ساز یه روابط خوب باشه. میخوای ببینی یه شخصی نمازش خوب تو وجودش اثر گذاشته یا نه، ببین با پدرش چجوری رفتار میکنه، ببین با برادرش، ببین با همسرش چه رفتاری داره. اگر رفتارش رفتار خوبی نیست، معلوم میشه عبادتش اثر نداشته، و الا اگر اثر گذار باشه، اول باید تو اخلاق شخص نمود پیدا بکنه. این اخلاق خیلی ارزشمند هست. فبما رحمت من الله لنت لهم. این لطف خدا بود به پیغمبر، پیغمبر رحمت، که با مردم با مهر، با مدارا رفتار میکرد. مدارای پیغمبر خیلی عجیبه. در جنگ، یعنی در واقع در جریان فتح مکه که جنگی صورت نگرفت و آمدن مکه رو فتح کردن بدون اینکه اصلا خونی ریخته بشه، و این سیاست الهی پیغمبر خدا رو میرسونه. قصهش هم مفصله. چقدر زیبا پیامبر وارد این صحنه شدن که تمام مکه در ظرف چند ساعت در اختیار پیغمبر خدا قرار گرفت. همه رو هم بخشیدن پیغمبر. فرمودن هر کی بره تو خانه ابو سفیان در امانه. لطف میخواد بکنه پیغمبر. هر کسی شمشیر رو زمین بیاندازد در امان است. به اصحابشون هم فرمودن با کسی نجنگید مگر کسی که شمشیر به روی شما بکشه. لذا وارد مکه شدن. تمام قریش همه مضطربن، همه نگرانن که پیغمبر با ما چه کار میکنه. آمدن جمع شدن کنار خانه خدا، می لرزیدن مثل بید، چون پیغمبر میتونست تمام اونها رو از دم تیغ بگذرونه. چرا میتونست؟ چون اینا کافر حربی بودن دیگه، کافر حربی بودن، یعنی چند تا جنگ بر علیه پیغمبر شرکت کردن، جنگ راه انداختن، با پیغمبر و مسلمانها جنگیدن. اینا کفار حربی هن، سزای اونها قتله. و
ولذا می ترسیدن که هر لحظه امکان داره پیغمبر حکم قتل صادر بکن. پیغمبر اومدن کنار خانه خدا، دستشون رو گرفتن به پرده کعبه، فرمودن ما ظنکم بی، گمان شما نسبت به من پیغمبر چیه؟ فکر کنید من با شما چه جوری رفتار میکنم؟ ما امت همون پیغمبریم، جامعه ما این برخوردهایی که صورت میگیره کجا و اخلاق و سیره پیغمبر کجا؟ فاصله ما خیلی زیاده. پیغمبر فرمودن ما ظنکم بی، فکر میکنید من با شما چه کار کنم؟ یک پارچه صدا زدن، گفتن اخون کریم و ابن اخن کریم، تو انسان بزرگواری هستی، همونطور که پدرت عبدالله هم انسان کریم و بزرگواری بوده. یعنی امید عفو داریم، امید بخشش داریم. ما بد کردیم، ما ظلم کردیم، ما جنگ به راه انداختیم، ولی دوست داریم تو ببخشی. امیدمان این هست که تو از ما درگذری. پیغمبر خدا هم یه جمله تاریخی اونجا فرمودن که نشون میده این پیغمبر کیه، چه شخصیتیه، چقدر در یادل پیغمبر. فرمودن ما اقول لکم الا ما قاله اخی یوسف من قبل، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. گفت شما داداشای منید. پیغمبر فرمود شما برادرای منید. با این جمله که فرمودن من همون حرفی رو میزنم که یوسف به برادراش گفت، خیلی معنا داره، خیلی معنا تو دلش نهفته است. یعنی شما برادرای جاهل منید، خطا کردید اما داداشای منید، شما نزدیکان من هستید، منسوبین به من هستید، اشتباه کردید، همونطوری که برادرای یوسف اشتباه کردن، خیلی ظلم کردن. هیچ کجای عالم برادرانی پیدا نمیشن مثل برادرای یوسف. تا از چشم بابا دور شدن، اول که جلو چشم بابا بودن، چون نوشتن یعقوب همینجور نگاه میکرد، تا یوسف رو دور کردن از چشمشون جدا نمیشد از فرزندش یوسف، تا اینکه تا در تیررس پدر بودن، در منظر پدر بودن، نوازشش میکردن، به هر حال قربون صدقش میرفتن، احترامش میکردن، دور شدن. تا از چشم بابا دور شدن، چشمتون روز بد نبینه. شروع کردن کتک زدن، همه زدنش، تو گوشش زدن، کتکش زدن، کفشاش از پاش در اومد، تو بیابون میدووندنش، روی خارها میدووندنش، خیلی کتکش زدن، خون از سر و روی یوسف جاری بود. یه پسر بچه 9 ساله، 7 ساله، نهایتاً 11 ساله. خیلی ظلم کردن. بعد هم که برادر خودشون رو تو چاه انداختن، اون لحظه آخر دیدن داره گریه میکنه، گفتن یوسف چرا گریه میکنی؟ گفت من یه وقتی با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم با این برادران قوی که من دارم، با 9 تا داداش ماشاءالله قوی، تنومند، زبر و زرنگ، چه کسی میتونه توی این شهر به من ظلم کنه؟ تو کنعان آیا کسی میتونه به من آسیبی برسونه با 9 تا داداش؟ امروز دارم میبینم که داداشام کتکم میزنن، اونا هستن که چپ و راست دارن سیلی به صورت من میزنن. انداختنش تو چاه، بعد هم آمدن به عنوان برده فروختنش، که قصه مفصل قرآن سوره یوسف بیان میکنه. گذشت از این قصه حدود 50 سال، از این جریان گذشت. یوسف از ته چاه به اوج جاه رسید، خدا دستشو گرفت. لازمش این بود اگه میخواست به جایی برسه، باید اون چاه رو تحمل میکرد که خدا بیاد دستشو بگیره ببرتش برسونه دشون بالا. رفت به اون مقام عالی رسید. یه روز این داداشا آمده بودن برای گرفتن گندم، سفر دومی بود که آمده بودن، میخواست خودشو تو این جلسه معرفی کنه. جلسه قبل که آمدن گندم گرفتن، خودشو معرفی نکرده بود. تو جلسه بعد تصمیم گرفت یوسف یواش یواش دیگه حقایقو بگه من داداشتون هستم، ولی میخواست یه جوری آهسته آهسته حقایق بیان بشه. دستور داد اول داداشا رو بردن حمام، اونها رو شستشو دادن. اون زمانا روغن میزدن به سر افراد، دستور داد روغن به سر اونها بزنن، آرایششون کنن، لباسای قشنگ. اینا متعجب بودن که این پادشاه مصر
یوسف چقدر به ما محبت داره، برای چیه؟ بعد یه مجلسی تشکیل داد، خودش بالا نشسته بود، جایی هم درست کرده بود برای داداشا، همه آمدن نشستن. بعد یه ظرف بلوری جلو خودش گذاشته بود با یه چوب، با یه عصا. رو کرد به داداشا، گفت من شنیدم سری قبل که آمده بودید از یه برادری سخن میگفتید که مثل اینکه گرگها او رو دریده بودن. من دوست دارم عین واقع رو برا من بگید، اون چی که حقیقته برام بگید، دروغ نگید، راستشو بگید. چون اینجا یه جام بلوری مقابل منه که من اگر با این عصا بزنم به این جام بلورین، حقایقو برا من میگه، شما خودتون راستشو بگید بهتره. بعد رو کرد به اون برادر بزرگه، گفت خب بسم الله بگو چه اتفاقی افتاد. گفت راستش ما داداشی داشتیم به اسم یوسف، برادرمون یوسف رو بردیم بگردونیم، گرگ خوردش، این عصاشو ورداشت زد به این جام بلورین، یه جلینگ صدا داد. خوب گوش کرد، گفت که این جام بلورین میگه شما راستشو نگفتید، داداشتون رو گرگ ندریده، حقیقت رو بگید. دومی سومی هر کدوم یه چیزی گفتن، مرتب به این جام میزد و میگفت نه شما اشتباه دارید میکنید، برادرتون زنده است. و شما چند بار برادرتون رو دیدید نشناختید، یک دو سه نفر نهم که شد دیگه خندش گرفت. یوسف میخواست با شوخی و مزاح خودشو معرفی کنه که اینا نترسن، اینا تو دلشون خوف و اضطرابی ایجاد نشه. وقتی خندید دندوناش پیدا شد، دندونای حضرت یوسف، این دوتا دندونای ثنایا، این دوتا جلویا یه مقدار از هم فاصله داشت، بین دندوناش باز بود. پیغمبر اسلام هم همینطور بود، پیغمبر ما هم این ویژگی رو داشت و یه ملاحت و یه زیبایی خاصیه دیگه، ویژگی بود که مال یوسف بود. تا خندید یه وقت نگاهشون افتاد به این دندونها و چهره کم کم تو شک و شبهه فرو رفتن. اون برادر بزرگه گفت نکنه تو یوسفی؟ انت یوسف؟ قال نعم انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. درست گفتی، من یوسفم، اینم برادر تنی من هست، برادر پدر و مادریم بنیامین هست، خدا بر ما منت گذاشت. اما شما اصلا ناراحت نباشید، لا تسریب علیکم الیوم، هیچ سرزنشی بر شما نیست. عرض کردم تو دنیا هیچ وقت برادرایی به اندازه برادرای یوسف به برادری مانند یوسف ظلم نکردن، تو عالم بی نظیر همچین ظلم و ستم که روا داشتن به حق برادر کوچیک خودشون، ولی یوسف همشو نادیده گرفت. فهمودن اصلا هیچ سرزنشی نیست، ناراحت نباشید، ناراحتی به دلتون را ندید، یه اشتباهی بود، گذشت، تمام شد، رفت. و به تک تک برادرهاش پست و مقام داد که البته شایسته هم بودن، بچه های یعقوبن، آدم های کار آزموده بودن، هنرشو داشتن، به تمام اونها مقام داد. حتی اون کسی که تناب رو بریده بود و برادر رو ته چاه انداخته بود، پست مهمتر رو که مثلا فرض کنید نخست وزیری هست، پست استانداری مهمی هست، به اون برادر بزرگه داد برای که از دلشون بیرون بیاره. این اخلاق اولیاست، این اخلاق انبیاست و هرچه هست تو همین گذشته، اثر گذشته. عفو پیغمبر فرمودن لا تثریب علیکم الیوم، منم همون حرف رو میزنم، ولی یه جمله پیغمبر اضافهش کرد. حالا بزرگواری های پیغمبر، عفوش، رحمتش در جریان فتح مکه خیلی فراوان هست که وقتی وارد شدن یه کسی پرچم رو دست گرفت، صدا زد الیوم یوم الملحمه، الیوم تسب الحرمه، امروز روزیه که ما خون به پا میکنیم، امروز روزیه که زن و بچه شما اسیر میشن، ناموس شما به اسارت میرن. خبر دادن به پیغمبر، یا رسول الله کسی پرچم گرفته اینطور داره حرف میزنه. پیغمبر فرمود برید سریع پرچم رو از دستش بگیرید. به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اون چه سزاوار هست خودت بگو. امیرالمومنین فرمودن الیوم یوم المرحمه، الیوم تحفظ الحرمه، امروز روز عفوه، امروز روز مرحمته، امروز بزرگواری های دین و اسلام و قرآن به نمایش گذاشته میشه که مردم آرامش پیدا کنن.
یه جمله فقط پیغمبر اضافه کرد، فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء. اینم پیغمبر حکمتی داشت که بگه، فرمودن همه شما طلیقید، همه شما آزاد شده اید. این معنا داره، یعنی من پیغمبر می توانستم بزرگ شما ابو سفیان رو، شخصیت های مهم قریش رو که بزرگان قوم خودشون هستن، غلام و برده بلال حبشی سیاه خودم قرار بدم، چون اختیارشون با پیغمبر بود، کافر حربی هن دیگه. پیغمبر فرمودن اما من شما رو در راه خدا آزادتون میکنم، برای که حواسشون جمع باشه اینا طلیق پیغمبرن ها، آزاد شده یا رسول الله هن، مبادا یک وقتی بر این پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بخوان ظلم و جنایتی انجام بدن، اینا جونشون و مدیون پیغمبرن. یه حرفی پیغمبر گذاشت برا دخترش زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید که بگوید امن العدل یبن الطلقا تخدیر که حرائرک و اماعک و نسائک و سب و سوق و کبنات رسول الله سبایا قد حتکت سطورهن. این جمله رو پیغمبر گذاشت برای اینکه حرف برای گفتن داشته باشه زینب کبرا. تو اون مجلس عجیب رو کرد به یزید، گفت این عدالته که زن و بچه تو در سراپرده عفاف باشن، اما زن و بچه پیغمبر، این کاروان اسرا اینطور مورد ظلم و جنایت و تعدی قرار بگیرن. عجیب بود اون مجلس، سخت‌ترین لحظاتی بود که بر این کاروان اسرا گذشت. سختی‌های زیادی این کاروان تحمل کردن، اما هیچ کجا مثل مجلس یزید جسارت نبود نگاه کنن ببینن سر بریده ابا عبدالله الحسین میان تشت تلام، اون ظالم داره شراب میخوره، اون ظالم داره با چوب خیزران بر لب و دندان ابی عبدالله الحسین میزن. یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان او، یا بگو از مجلست بیرون روند طفلان او. زینب کبرا از جا بلند شد، فقامت زینب علیها السلام فشقت جیبها و نادت و محمدا و علیاه و مظلوما. زینب گریبان جاک زد، صدا زد و حسیناه و مظلوما، که شاید اون ظالم دست از جسارتش برداره. اما نوشتن همچنان جسارت میکرد، بیادبی میکرد به سر مقدس ابی عبدالله الحسین. نوشتن یک سفیر اونجا بود، جلو آمد گفت یزید چوب تو بردار، به خدا خودم دیدم پیغمبری لبها رو میبوسید. کان رسول الله یقبل و ثنای الحسین. چه میکنه یزید؟ پیغمبر احترام میکرد صاحب این سر رو، پیغمبر گونه های حسینش رو میبوسید، لبهای حسینش رو میبوسید. چوب خیزران میزنیم، بازم یزید جسارت رو ادامه داد. نوشتن یه خانمی بلند شد از میان جمعیت، جمعیت و شکاف جلو رفت، کنار تجد طلا سر رو برداشت به سینه گرفت. فلا والله لا نسیت حسینا اقصدته اسنت الادعیائی. مگه میشه حسین رو فراموش کنم؟ نگذاشت دیگه یزید چوب بزنه. تعجب کرد یزید، کیه این خانم با این شجاعت؟ گفتن رباب، همسر با وفای حسین. چه وفایی، چه صفایی، چه عشق و ارادت و محبتی به حسین داشت. یک سال بیشتر از قصه کربلا زنده نبود، اما میرفت تو آفتاب می نشست برا حسین گریه می کرد. می گفتن خانم می خوای گریه کنی؟ بی بی رباب بیا بنشین تو سایه، برا حسین گریه کن، برا حسین عزاداری کن. می گفت چگونه زیر سایه بیام؟ خودم دیدم میوه دل زهرا حسین میان آفتاب گرم کربلا.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين خدایا فرج و ظهور امام زمان نزدیک بگردان قلب مطهرش از ما راضی و خوشنود بدار در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعت اهل بیت قسمت و روزی ما بفرما حسن عاقبت به همه ما عنایت بگردان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.